سلام، در همین آغاز میخوام یه نکته ای رو بدونیم. هر فیلمی رو که ما اینجا در کانال سینما پارس معرفی میکنیم، تمام تلاشمون برای اینه که بهترین ها رو انتخاب کنیم. امروز هم فیلم جنجالی و خیلی هیجانی ایوا رو با ستارگان مطرحی که در اون نقش بازی کردن معرفی میکنیم. اگه تو یک جمله بخوایم این فیلم رو معرفی کنیم، میشه گفت دختری به اسم ایوا که گذشته تلخی رو پشت سر گذاشته و حالا به قاتلی بی‌رحم بدل شده، با یک اشتباه باعث میشه که تا دستور مرگ اون از همون سازمانی که براش کار میکرده صادر بشه. این فیلم به تازگی منتشر شده و اگر خواستید نسخه دوبله فارسی اونو تماشا کنید، کامنت بذارید تا ما لینک دانلود اون رو در اختیارتون بذاریم. خب، فیلم از همینجا شروع میشه. این خانم اسمش ایواست. ایوا یک آدمکش حرفه‌ایه که با کد عملیاتی دستور مرگ افرادی که اصلاً نمیشناسه رو میگیره. یعنی قاتل و مقتول اصلاً شناخت و رابطه‌ای با هم ندارن. ایوا خودش رو به عنوان یک راننده تاکسی جا میزنه و به سراغ یک تاجر فرانسوی به نام پیتر همیلتون میره. اون پیتر رو از فرودگاه سوار ماشینش میکنه و در مسیر راه یکی ایوا رو تعقیب میکنه. این آدمکش ماهر قبل از دادن تیکت یک طرفه به افراد، دوست داره لحظه‌ای با اونها حرف بزنه و سعی میکنه به قربانیانش مرگ خوبی رو هدیه بده. ایوا بعد از چند دقیقه مکالمه این تاجر فرانسوی رو به قتل میرسونه و در جریانی که ایوا با قربانیش حرف میزده، اون موتور سوار که ایوا رو تعقیب میکرد از طریق رادار به مکالمه این دو نفر گوش میده. در واقع دردسر این آدمکش از همین ضبط کردن صدای اون شروع میشه. حالا چطور؟ در ادامه ویدیو متوجه خواهید شد. بعد از کشتن پیتر، ایوا به دیدن خواهرش جودی به شهر بوستون میره و در اینجا معلوم میشه که ایوا 8 سال پیش از خونه فرار کرده بوده و اون متوجه میشه که مادرش هم هنوز زنده است. بعد از اون این آدمکش با تغییر چهره برای یک ماموریت خطرناک دیگه به عربستان فرستاده میشه تا ژنرال آلمانی رو به قتل برسونه. اون سم رو به ژنرال تزریق میکنه تا در عرض 15 دقیقه مرگی طبیعی شبیه سکته داشته باشه، بی خبر از اینکه خودش در یک تله پیچیده قرار گرفته. اون در حال حرف زدن با ژنرال هست که دو نفر از زیر دستان ژنرال خبردار میشن و زنگ خطر رو به صدا در میارن. ایوا مجبور به بریدن گلوی ژنرال میشه و با کشتن چندین نفر دیگه از اونجا فرار میکنه. خلاصه قتلی که قرار بود بی سر و صدا انجام بشه نشد و حالا ممکنه پای این سازمان آدمکشی هم وسط کشیده بشه. واسه همین ایوا به دیدن مربیش دوک میره و میگه از اینکه در ماموریت عربستان لو رفته تقصیر اون نبوده و مربیش هم حرف اون رو قبول میکنه و هر دو فکر میکنن ماموریت عربستان یک خطای بوده و بس. دوک که قبلا رئیس این سازمان آدمکشی بوده و الان بازنشسته شده، با دادن پول به شعبه عربستان رد پای خودشون رو از اونجا پاک میکنه و اون گزارش ماموریت عربستان رو به سایمون که فعلا رئیس هست میرسونه و سایمون از دست ایوا خیلی خیلی عصبانی میشه که چرا در این ماموریت شکست خورده. یعنی قرار بود مرگ ژنرال طبیعی جلوه داده بشه که نشد. اما دوک از ایوا پشتیبانی میکنه و میگه ایوا رو خودم استخدامش کردم، خودم آموزشش دادم، پس مسئولیت همه چیش با منه و من درستش میکنم تا سازمان لو نره. ایوا دوباره به بوستون کنار خواهر و مادرش برمیگرده و متوجه میشه دوست پسر قبلی اون با خواهرش جودی در ارتباطه و قراره که با هم ازدواج کنن. اما خود جودی اصلا از این قضیه در گذشته با خبر نیست. ایوا احساسات درونیش رو نادیده میگیره و برای تسکین خودش در یک جلسه روان درمانی شرکت میکنه و در اونجا اعتراف میکنه که قبلا معتاد بوده و به خاطر رفتار زشت پدرش از خونه فرار کرده و به ارتش پیوسته. ایوا وقتی از جلسه روان درمانی به طرف هتل محل اقامتش در حرکته، فردی تلاش میکنه تا ایوا رو به قتل برسونه، اما به عکس خود اون فرد کشته میشه. ایوا که از یک سوی قصد جون سالم به در برده به مربیش دوک مشکوک میشه و ازش میخواد دست از سرش برداره، ولی خب مربی اون به نحو متقاعدش میکنه که کار اون نیست و بهش قول میده که در این باره تحقیق کنه. در بریتیش کلمبیا دوک به دیدن سایمون و دخترش کمیل میره و ازش میپرسه به این که اتفاق تو عربستان عمدی بوده مگه نه؟ با شنیدن این جمله سایمون جا میخوره. دوک دوباره میپرسه تو ترتیبش رو دادی تا ایوا رو به کشتن بدی و از اون مامور که در بوستون فرستادی تا کلکش رو بکنه هم خبر نداری، درسته؟ سایمون وقتی میبینه پیرمرد از همه چیز با خبر شده در جواب میگه خب میدونم ایوا سرباز مورد علاقه توست و دوستش داری، اما اون هم چنان با قربانیانش حرف میزنه و کنجکاوی میکنه که مبادا بعضی از اهداف استحقاق مرگ رو نداشته باشن و این یعنی لو رفتن سازمان، واسه همین باید کشته بشه. کسی که در اول فیلم صدای
که ایوا رو در مأموریت فرانسه ضبط کرده بود، کمیل دختر بزرگ سایمونه. یعنی در واقع ضبط صدا توسط کمیل باعث این همه جریانات میشه و خلاصه سایمون اقرار میکنه که من ترتیب ایوا رو توی عربستان دادم تا کشته بشه و تو نفهمی کار من بوده. ولی خب حالا که همه چی رو میدونی، پس چه بهتر که با هم این کارو بکنی. پیرمرد از سایمون میخواد که باید دستور کشتن ایوا رو لغو کنه، ولی سایمون نمیپذیره. پیرمرد با کشیدن اسلحه تهدید میکنه که دست از سر ایوا برداره، که در این موقع دختر کوچولوی سایمون میاد داخل. پیرمرد و این دختر کوچولو با هم دوستن و پیرمرد با شرافت این دختر بچه رو در آغوش میگیره و نمیخواد جلوی چشم یک بچه خونی ریخته بشه. خلاصه پیرمرد و سایمون درگیر میشن و در نهایت سایمون پیرمرد رو دست بسته در حالی که نفس میکشه به دریا میندازه و ازش فیلم میگیره. ایوا وقتی فیلم کشته شدن مربیشو میبینه، میفهمه که درباره اون اشتباه میکرده و به ناحق به مربی شک کرده بوده. ایوا که حالا تکلیف خودشو خوب میدونه، دو راه بیشتر نداره. یا باید با سازمانی که براش کار میکرد بجنگه و یا هم به طور کامل ناپدید بشه و اون گزینه دومو انتخاب میکنه و در یک حرکت غیر منتظره نامزد خواهرشو میبوسه و ازش میخواد که با هم فرار کنن. ولی خب یه جورایی متوجه اشتباهش میشه و دست از خیانت میکشه. اون از عذاب وجدان این که میخواسته هم به خواهرش و به مربیش خیانت کنه، تصمیم میگیره که خودکشی کنه. بعد از نوشیدن کلی الکل و مصرف مواد در اتاق خوابش میخواد خودش رو بکشه، که در این موقع سر و کله سایمون پیدا میشه. بعد از درگیری شدید بین این دو، سایمون شکست میخوره و سایمون وقتی میبینه نهایتاً وقت تیکت یک طرفه خودش رسیده، از ایوا میپرسه خانواده‌ام چی میشن؟ ایوا هم با خونسردی کامل میگه کاری به خانواده‌ات ندارم و همچنان مثل قتل‌های قبلیش با خونسردی کامل یک گلوله رو نصیب سایمون میکنه. بعدن ایوا از خواهر و مادرش میخواد تا 2 ماه از کشور خارج بشن و وقتی از خونه خواهرش بیرون میاد، کمیل دختر سایمون هم اونو دنبال میکنه و فیلم به پایان میرسه. این پایان یه جورایی نشون میده که این فیلم قسمت دومی هم خواهد داشت. فیلم نکات دیگه ای هم داره که نمیشه همش رو توی چند دقیقه بیان کرد. پس اگر دوست دارید نسخه کامل و دوبله شده اونو تماشا کنید، کامنت بذارید و ما هم لینک اونو در اختیارتون میذاریم. در ضمن اگر فیلمی رو قبلا تماشا کردید که براتون جالب بوده، اسمش رو کامنت کنید تا در ویدیوهای بعدی درباره‌اش صحبت کنیم. منبع و نقدهای این فیلم رو هم توی قسمت توضیحات براتون می‌ذاریم. وقتتون بخیر.